وقتی یه سری پرده ها بالا میره جلو چشم شما، شما از افرادی که جلو شما خیلی دارای آبرو هستن، ما روایت داریم اگه خدا ستاریت خودشو برداره، برادر جنازه برادرشو دفن نمی کنه. من اینو به عین دیدم، میخوام یه گوشهشو بگم که فضاحتشو بفهمه. یکی از اومد عیادت من، خب من دیدمش، تنفر همه وجودم گرفت. مثلا تو ذهنش چی بود؟ تو ذهنش این بود که من میدیدم میفهمیدم چی تو ذهنش داره میگذره، چی تو فکرش داره میگذره، چه نیتی داره، با چه نیتی اومده، با چه نیتی این تو ذهنش چیه. حالا اینو من چجوری درست کنم تو ذهن؟ اصلا زندگی شده بود برای من تو اون دو ماه مثل جهنم. در رو خودم بسته بودم، نمی رفتم. همه زندگیم آتیش شده بود. خدا می گفتم خدا ببر منو، چون که خیلی ها که روشون چه حسابایی می کردم می دیدم چیه وضعیتی هست. حالا بعضی به من میگن که اون فاضلابی که توی ماشین دیدی چیه؟ من به نظرم میاد خیلی از اتفاقایی که برای زندگی ماها عادی شده، خیلی از حرفایی که ما تو زندگی عادیمون داریم، بین زن و شوهر زده میشه، بین پدر و مادر، بین بچه ها زده میشه، خیلی از وام هایی که ما میگیریم، خیلی از پول هایی که میاد تو زندگی ما، خیلی از حرفا و خیلی از افکار، خیلی اتفاقای عادی تو زندگی ما همون منجلا و ما حالیمون نیست چیه، ذاتش چیه. من اون براج آقا اصل عمل رو میدیدم، کاوری که روش بود رو نمیدیدم. شما هر کاوری روش میدید اصلا کاور رو نمیدیدم، اصلش رو میدیدم. شما هر چیزی میتونستی روش بکشی، ولی مثلا از اون کاور رو نمیدیدم. من مثلا وقتی مثلا میدیدم من یکی از افراد رو دیدم، از سلول سلولم میلرزاجا از گفتنش حتی. یعنی اون مثل این که شما رو بردن تو یک زندان گوانتانامو، بدترین شکنجه ها رو بهتون دادن، یک سال، دو سال، سه سال اونجا بودی، الان دوباره میخوان ببرنت فقط از اونجا ردت کنن. از 500 کیلومتریش که میرسی دونه دونه خاطرات برات میاد، تنت میلرزه، لحظه لحظه سختی ها برات زنده میشه. من اینجوری سلول سلولم میلرزه، چون تو دو ماه بیچاره شدم. نه که بگم مثلا محل کار بد بود، ایران بد، نه، کل جهان بد بود. نه که بگم من خوبم، نه، انقدر ترس از اون پشتش داشتم و از این شیاطینی که اینجا فعال بودن و مردم آزار میدادن، اذیت میکردن. بهترین جای جهان ایرانه، بهترین جای جهان از لحاظ کشوری ایرانه برای زندگی کردن، ولایت امیرالمومنین توشه. اما چون بهترین جا رو زمین هست، مورد هجمه شدید شیاطینه. بقیه جهان دارن با اینا زندگی میکنن. من به حاج آقا گفتم، گفتم اینا که فیلم های هالیوودی میسازن انگار شبان روز با این شیاطینن، اینجوری طراحی کرده شیطان رو که من دیدم انگار مثلا با این دستی زندگی میکرده، شبان روزش با این بوده، عادیه براشون، خیلی عادیه. اما کشور ما، مردم ما به علت اینکه پشتیبان ولایت و اهل بیت و امیرالمومنین هستن، از طرف همه جهان تحت زیر ضربن. تو دشمنی با ما چین و روسیه و آمریکا و غرب و شرق و کره شمالی، حتی
اینا همه تو دشمنی با شیعه همه متحدن، تو دشمنی با اهل بیت همشون متحدن، چین و روسیه و آمریکا نداره، غرب و شرق جفتشون برای زدن شیعه متحدن. شما نگاه کن الان چین داره موشک میده به عربستان بالستیک که یمن رو بزنه، گرچه متحد مثلا آمریکا هم هست، متحد فلان هم هست، با هم جنگ دارن، ولی سر دشمنی با شیعه که مثلا امام زمان شنیده از مثلا یمن میخواد بکنه با اون دشمنی میکنه. تو دشمنی با ایران روسیه حکم تایید میده به تعلیقات ایران، به احکام سازمان ملل، به فلان و فلان. چین همینجور، اینا با هم متحدن تو دشمنی. بله تو سیاست های بین خودشون یک کمی مشکل دارن با هم، اما تو جنگ دو قطبی حق و باطل اینا همه متحدن و ایران به شدت زیر ضربه. ایران، لبنان، عراق، اگه میبینید وضعیت عراق پا نمیگیره به خاطر اینکه تک تک علمای عراق به شدت زیر ضربن، زیر ضرب شیاطینن، اختلاف میندازن بینشون، با همدیگه دشمنی میکنن، میزنن، فقط به خاطر اینکه اینا یکی نشن چون شیعن. شما نگاه میکنید کل جهان جبهه گرفته علیه ایران و این نشون دهنده اینه که همه شیاطین با همه قدرت دارن میزنن رو تک تک مردم ایران، حساب باز کردن رو هر جوونی که اینو از دایره خارج میکنن، دایره دولت انقلاب حضرت مهدی خارج میکنن، چه معتادش میکنن، چه بیخیالش میکنن، چه فراریش میکنن از این، چه هرچی، رو تک تکشون برنامه ریختن. و اینهایی که موندن، حاجا اینهایی که موندن به شدت زندگیشون زیر ضرب شیاطینه. اینهایی که تو جبهه شیعه موندن خودشون، زندگیاشون، زن و بچهشون، مالشون، اموالشون همه زیر ضربه. نگاه میکنی بچه شیعه همه تو ضعفن، چه مالی، چه اقتصادی، چه گرفتارن. اونی که رفته اونبر اخل اونبر شده از این کارش ندن. به قول آقای رائفی پور خیلی حرف قشنگ، مثال قشنگی میدن، میگفت دوز گاوصندوق خالی رو نمیزنه، اونی که اصلا خودش تو مسیر اون بره، که تو مسیر اون بره اصلا کاری بهش نداره شیطان. شمایی که داری نش میدی دست شیطان، مشت شیطان رو باز میکنی. ببین من پی اینا رو به تنم مالیدم از وقتی از اول سال شروع کردم به بیان اینها. با آقا گفتم بچه هم دونه 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 دارم میفتم بیمارستان، خانومم به شدت آسیب دیده، از لحاظ محل کار به شدت زیر ضرب رفتم، تو زندگی مادرم، پدرم، همینجور مشکل ایجاد میشه. اون شیطانی که اتاق آی سی یو رو خالی کرد که من از بقیه دور بشم، تو تصمیم دکترها تأثیر گذاشت که فلانی رو ببرید، فلانی رو ببرید، فقط اینجا نباشه، اتاق خالی کردن برام تو اون بابای کرونا. و همینجور تو تصمیم ها تأثیر میذارن. حالا میگم تو ادامه میگم چه شیاطین چه تأثیراتی دارن. فقط بدونین اونایی که تصمیم گرفتن تو راه خدا باشن، تصمیم گرفتن یک ضربه به شیطان بزنن، تصمیم گرفتن روحانی باشه، پاسدار باشه، وزارت اطلاعاتی باشه، ارتشی باشه، میخواد تو جبهه مقاومت، جبهه جنگ، پشت ولایت باشه، پشت نظام باشه، نظامو نمیگم، پشت دولت امام زمان باشه، تو دولت امام زمان باشه، خودشو برای بدترین اتفاقات تو زندگیش آماده کنه. فکر نکنه مثلا الان گفت یا علی یا علی، همه چی خوش خوشانش آماده باشه، شیطون هم کاری بهش نداره. شیطون قسم خورده نمیذارم. اونا رو که زده اوناش کشته ها هستن. الان اونا که بت پرستن، اونایی که داعشی ان، اونا که شیطان اونا رو برده. اینا که موندن رو داره کار میکنه. اونا که دیگه کاری با اونا نداره شیطان.
همه ی هیمناش آورده رو اینا، اینا که موندن تو جبهه، مثل شمایی که تأثیر داره پرده امادی، مثل شمایی که آجا کلامت گفتار تأثیر داره، به شدت زیر ضربی. یقین داشته باش حجمه شیاطین تو زندگیت، مشکل برات ایجاد میکنن، بدبینت میکنن، توی رسانه ها میزننت، شبهه برای کارت اختلاف ایجاد میکنن، تو حرفات، تو کتابات، توی گفتارت، اصلا میان میچسبن بهت که خرابت کنن، که اگر شما رو خراب کنن کل نشر هادی و کتاباشو همه رو خراب کردن، پس همه توانشو میذاره که شما رو خراب کنن. خب راهی نبود که جلوی این حرکت گرفته بشه؟ من راهشو دیدم، به من نشون دادن، گفتم تو قسمت قبلی، باید طهارت داشته باشی. خیلی کلمه مهمی آجا، شیطان، خدا این کلید واژه ها رو برای ما قرار داده. خدا تو قرآن میگه شیطان از دو طریق بنده ها رو بدبخت میکنه، مشارکت میکنه در مال و بنون، تو نسل، تو مالت و تو نسلت. تو نسلت یعنی چی؟ توی مالت یعنی چی؟ شما وقتی یه لقمه حرام میمه تو زندگیت، دیگه وصل نمیشی، گفتم طهارت ظاهری دیگه نداری، خونی که توش نشستی پولش پول بچه یتیم توش بوده، نه راضی نبودی، دیگه تو اونجا کانکشن برقرار نمیشه با خدا که شما تحت ظل اون نور الهی قرار بگیری که بخوای پاک بشی. شیاطین میریزن دورت، چون نمازت قبول نیست میریزن دورت. روزه میگیری ولی اهل بیت تو جایی که قصبی باشه نمیان، که مثال دارم میزنم، چون طهارت ظاهر نداری. منی که پاس دارم میخوام خدای باشم، از اضافه کارم نمیزنم، میام 2 ساعت اضافه کاری میگیرم اضافی. من اینو مثال میزنم، من اینو عین خواب دیدم، یکی از دوستام یک کاری تو ساعت کاری انجام داد، داریم میریم کربلا، یه موکبی بود اسمش موکب ابا عبدالله بود، داشتن ساندویچ میدادن، دیدم خود حضرت ابا عبدالله تو موکب وایسادن دارن ساندویچ میدن. من یه ساندویچ گرفتم، دونه دونه بچه هم گرفتم، گرفتم جلوتر، دوستم اومد، همین بند خدا اومد با زن بچهش، ساندویچ از حضرت ابا عبدالله گرفت، انقدر دنبه خوک دستش بود، گرفت جلوی یک از این کبابای چیز هست میچرخه، کباب ترکیه، این دنبر گرفت جلوی این توری، جلوی آتیش آب شد، روغنش رو ریخ رو ساندویچی که ابا عبدالله بهش داده بود. گفتم چی کار کردی؟ گفت اینجوری لذیذتره. گفتم این نجس بود ریختی، دیگه همون هم نمیتونی بخوری. گفت نه اینجوری لذیذتر. گفتم بنداز دور، چی گرفتی؟ رزق طیب و طاهر اهل بیت رو دادی به خاطری که مثلا یک کمی راحت‌تر از گلود بره پایین، این کارو کردی؟ بعد بهش گفتم، من اصلا اطلاع نداشتم هم چه کاری کرده، تا بهش گفتم میشیز رو زمین، زد زیر گهریه، پشیم رو رفت همه رو پس داد، ریخت و حساب بهتون رو. گفتم یک قرون یه چکش رو نذاره تو مالت بمونه، که اون چکه کل مالت رو حرام میکن، کل رزق طیب و طاهرت رو خراب میکن. وقتی طهارت مال نباشه، کانکت برقرار نمیشه با خدا، اون تحت ظل نور عند ربهم دیگه قرار نمیگیری، تحت نور الهی قرار نمیگیری که بخوای شیاطین به سمتت نیان. میان. حاج آقا گفت راهش چیه؟ گفتم راهشو باز نکنیم، خودمون راهشو باز میکنیم، خودمون با گرفتن 5,000 تومان گرونتر اضافتر، یه همون یه قطره حروم است، راهشون باز میشه، میاد تأثیر میذاره، بخوایی نخوایی تأثیر میذاره.
من دیدم، به این دیدم و خودم نمیگم، دارم زندگی من، شما زندگی من دیدید که دیدید که به زندگی من دارم ضربه میخورم بالا پر. ولی حاج آقا حاضر نشدم سر سوزنی بیاد تو زندگیم کم و زیاد با هیچی، چون میترسم انقدر از این تأثیرش میترسم. من دیدم چه بر سر آدم میاد،